بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مبحث حق فرزند بر پدر و مادر هستیم. امروز صحبتی خواهیم داشت در مورد سفارشاتی که لقمان حکیم به فرزندشون داشتن. خداوند عزوجل قرآن را کتاب جامع، شامل و کامل قرار دادند. کتابی که فرمودند که ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما در این کتاب، در قرآن کوتاهی نکردیم. هر آن چیزی که ما نوشته باشیم خداوند بیان داشتند. از جمله اون چیزی که ما نیاز داریم و بشر هم بسیار به آن نیاز هست و حقیقتاً قرآن بر روی آن خیلی کار کرده، بحث تربیت انسان هست و همچنین سفارشاتی که یک پدر به فرزندش خواهد داشت از روی مهر و محبت. پدری که یک مربی و معلم حکیم هست، موفق هست، دارای کلمات جامعی هست. آنچه که در قرآن اومده حقیقتاً ما رو از خیلی از نظریه هایی که امروز در مورد تربیت فرزندان هم گفته میشه بی نیاز میکنه. البته به معنای نیست که ما از تجربه های بشر در تربیت فرزندان انسان استغنا کند و به آنها پشت کند، نه. آنچه که در قرآن هست حقیقتاً کسی بیان داشته که خالق ماست و به ما خوب آگاهی داره و سخنان کسی که خداوند فرمودن که ما به اون حکمت دادیم بیان داشتن. اصل حکمت همونطور که ابن فارس میاره در معجم مقایس لغه، میگه که حکمت الحا والکاف والمیم، حکمه، حکم، حکمه به معنای معن کردن هست، باز داشتن هست. و میگه که از آن جمله حکمت هست، زیرا که انسانو از جهل و نادانی و کارهای نادرست باز میداره. ابن منظور وقتی که در مورد حکمت میگه، میگه که العلم و الفقه، علم و فقه دو چیز هست. راغب اصفهانی هم رحمت الله علیه وقتی که در مورد حکمت صحبت میفرمون، میگن که حکمت چیه؟ اصابت الحق بالعلم والعقل، اصابت الحق، حق گفتن بر اساس چی؟ با حق بودن بر اساس علم و عقل، یعنی همون فهم هست. پس در اینجا ما می‌بینیم که حکمت درش دو چیز هست، که علم هست، که فقه هست، فهم هست، علم و فهم. یه وقتی انسان امکان داره عالم باشه اما حکیم نباشد، اما اونی که حکیم هست هم علم دارد و هم فهم درست دارد. خب خداوند در اینجا از سرگذشت کسی که میفرماند که ما به او حکمت دادیم و خداوند میفرماند که و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کس هم که حکمت بهش داده بشه خیر زیادی بهش داده شده. واقعا که حکمت خیر بسیار بزرگی است، عطای بسیار بزرگی است. خداوند میفرماند که ما به لقمان حکمت دادیم. پس یک انسان حکیمی که خداوند میگه که ما به اون حکمت رو دادیم، با فرزند صحبت میکنه، فرزند خودش رو نصیحت میکنه. بعد قرآن این نصایح را در قرآن ذکر فرموده که ما از این در تربیت فرزندانمون استفاده کنیم. اول آیات رو بشنویم و بریم به مباحثی که در این مورد هست. بله، آیات رو با هم دیگه میشنویم. بسیار آیات زیبا
بله. خب در این آیات زیبا با صدای زیبای سعد الغامدی حفظه الله، سفارش هایی که لقمان به فرزندشون داشتن، گفتیم که حکمت به معنای این که انسان بر اساس علم و فهم حرفی بزند و کاری را انجام بدهد، این حکمت هست. در اینجا خداوند در مورد فرزند لقمان صحبتی نکردند، مگر اینکه فرمودند که یا بنیه، که دلالت بر اینکه صیغه غیر هست اما درش مهر و محبت هست. خب با این نصائحی که خواهیم دید، بیانگر این است که این کودک 4-5 ساله‌ای که نبوده، حداقل در سن نوجوانی یا جوانی بوده، مرحله‌ای بوده که فهم و درک و شعور داشته، میتونه بفهمد، میتونه، یعنی مکلف هست، بهش امر و نهی داره میشه. و جالب هست که اینجا میبینیم که خیلی مؤدب هست فرزند هم و گوش میدهد. انسان فرزند نیکوکاریست، سخن پدرش رو قطع نمیکنه. خب خداوند در مورد فرزندان دیگری هم صحبت کرده یا پدرانی صحبت کرده. خب اینجا صحبتی شده که فرزند لقمان هم انسان مؤدبی بوده. حالا دقت کنیم در این مرحله سنی، حالا نوجوان هست یا مرحله جوانیش هست، مرحله بسیار مهم و حساسی است، مرحله سازنده است. این سفارشاتی که ما خواهیم دید، با اینکه این سفارشات به انسانهایی که در سنین بالاتری هم هستند هم متوجه اونها می شود، اما در این مرحله وقتی که انسان بر این مسائل ساخته بشه، این ساختمان محکم ساخته بشه، خب دیگه تحمل می کند، همیشه خواهد داشت، فقط می شود تذکر یادآوری وقتی. اما وقتی که اساس ضعیف و سست باشد، کج باشد، بر زمینی که ناهموار هست، زمینی که بد هست بنا شود، خب هر چی شما روش بذارید خوب نخواهد بود. پس این دستورات الان دقت کنید در برای یک نوجوان داره میگه چقدر مهم هست این مسائلی که لقمان حکیم داره به فرزندش میگه. یعنی این حق فرزند بر پدرش هست، چون صحبت ما از حق فرزند بر پدر هست. ببینیم که پدر داره چگونه فرزند خود را تربیت می کند، تربیت کردن فرزند که بسیار مهم هست، و این هم زمانی خواهد بود که خود پدر هم یک بینش دینی، یک درک درستی داشته باشه. این است که نیاز هست که هر آن کسی که میخواد تربیت کند، مربی باشد، پدر، مادر بایستی از اصول تربیت بدونند. در ابتدا فرمودن که وَإِذْ قَالَ لُقْمَانْ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یعنی اینکه پدر با فرزندش بشینه، صحبت کند. همیشه این تکرار میشود، زیرا که از فعل مضارع داره استفاده میشه، و هو یعظه. نه اینکه فقط یک بار انسان فرزندش رو نصیحتی کند، سفارشی و تموم شد، نه، چون این کار تربیت یک فرایندی است که دائمی است، همیشه هست، همیشه باید باشد، حتی تا دم مرگ این ادامه داره. وقتی خداوند فرمود که ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه شما مسلمان باشید، خب این بحث تربیت هست دیگه، بر اسلام موندن. پس بایستی پدر با فرزند خودش یک رابطه خوب و صمیمی داشته باشه، رابطه آمر و ناهی فقط نباشه که فقط پدر امر کند و فرزند اطاعت کند. درست است که بایستی احترام پدر رو داشته باشه، اجلال و بزرگداشت پدر رو داشته باشه، اما بایستی رابطه محبت هم باشد. پدر بشینه با فرزند خودش صحبت کنه،
خیلی ها اصلا نمیشینن، صحبتی ندارن با فرزند خودشون. پس این جمله که وهو و یعظه، جمله اسمیه وهو و یعظه، بعد فعل مضارع هم که میاد، دلالت بر استمراریت داره. همیشه این، یعنی این سفارش رو باید بشود، همیشه باید تذکر داده شود. انسان فراموش میکند، اشتباه میکند، پس نیاز این هست که ما دائما در مسئله تربیت به یک اتفاق نکنیم. زیاده رویش هم خوب نیست، اما به یک بار هم کسی ساخته نمیشه، به یک بار هم کسی ساخته نمیشود. مسئله دوم، آن چیزی که در اینجا ما میبینیم بس مسئله وعظ هست. وعظ یعظه، موعظه یعنی به کار بردن بهترین اسلوب که بر احساسات انسان، بر عاطفه انسان، بر عقل انسان تأثیر میذاره. این میشه موعظه. انسان آمادگی داره که قبول کند، آمادگی پذیرش سخنان رو داره، به شرط این که واقعا به خوبی به اونها رسانده بشود. این موعظه هست، و هو یعظه، این بحث وعظ هست، یعنی اینکه انتخاب بهترین راه و روش در رساندن یک مطلب به دیگری، این موعظه میشه، این موعظه هست. و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی. دقت کنید الان کلمه ای که به کار برده شده، ای فرزندم، ای پسرم، پسرکم، یک کمی حالت تصغیر داره اما درش معنای محبت هست، محبتی که پدر نسبت به فرزند داره. میخواد بهش بگی که من خیرخواه تو هستم، من دوستت دارم، من دشمنت نیستم. من اگه اینها رو به تو دارم میگم، هدف این نیست که به تو توهینی کنم، زندگی رو بر تو سخت بگیرم، جلوی آزادی تو بگیرم، جلوی رشد تو بگیرم، نه، بلکه من تو رو دوست دارم. حتی اگر یک جایی ناچار شدم که با تو کمی تندی هم رفتار کنم، من همانند یک پزشک هستم که یک پزشک امکان داره خب حتی قطع عضو بیمار کند، بایستی آن چیزی که لازم هست انجام بده یک پزشک. پس در اینجا بنیه وقتی گفته میشه، یعنی اون محبتی است که لقمان به فرزندش داره. حالا موقع ما با فرزندانمون میشینیم، بایستی اولا که موعظه باشد، و بعد با چه کلماتی ابراز محبت، مودت. نه اینکه انسان شروع کنه با اهانت، با بدبیرا گفتن به فرزند، نه، با یعظه یا بنیه، یا بنیه. پس انسان در اینجا باشی صاحب حکمت باشد. حکمت گفتیم چیه؟ که انسان علم داشته باشه و فهم داشته باشه، بدونه چگونه، در چه زمانی، چه عکس العملی نشون بده، چی بگوید، چه کاری انجام بدهد. پس از کلماتی که شخصیت کودکمون رو، نوجوانمون رو جریحه دار میکنه، از این کلمات باید بپرهیزیم. حتی پدر، پدر که حق نداره بگه الان چون من پدرش هستم هر حرفی بزنم. شما دارید میخواد بسازید، نمیخواد خراب کنید. که پس حالا ما خواهیم دید که چگونه واقعا لقمان که دارای حکمت هست، این مفاهیم تربوی بسیار مهم رو به فرزندش میرسونه. مسئله بعدی در اینجا ما در طول این موعظه های لقمان میبینیم که آن چیزی که برای این نوجوان مفهوم هست، واضح هست، به کار میاره، یعنی با زبان خودشون. یعنی یک پدر باید خود را بیاره در سطح این فرزندش. درست است که بزرگ هست، دارای تجربه هست،
الان شما میخواید با فرزندتون صحبت کنید، مثل نباید مثل کسی صحبت کنید که همسن خودتون هست و این توقع را هم ازش نداشته باشیم که فوری درک کند و فوری قبول کند، بلکه بایستی از کلماتی استفاده کنیم. خطاب ما بایستی در سطح خودشون باشه. میبینین که وقتی که بهش میگه که با صدای بلند صحبت نکن، بعد میاد میگه که چرا میگه؟ به خاطر اینکه تشبیه میکنه که با مثل صدای الاغ هست. معمولا یه صدای الاغ یک صدای بدی است و بلند هست، آزاردهنده هست. وقتی میخواد زشتی است بلند کردن صدا را بیان کنه، میاد با اون چیزی که براش مفهوم هست با اون براش بیان میکنه. یا زمانی که میاد میگه که برای خدا شریک قرار نده، شرک ظلم هست. همه ما میدونیم که ظلم چیز بدی است، در فطرت انسان هست، همه میدونیم چیز بدی ظلم کردن، بد رفتار کردن ظلم هست. میگه خب همه میدونن، کودک هم میدونه، همه میدونن، نوجوان هست الان این دیگه. بعد بهش میگه که شرک یک گناه عادی نیست، یک ظلم عادی نیست، یک ظلم بسیار بزرگی است. مسئله بعد که در همین مورد بعد انسان دقت کند، وقتی که ما میخوام چیزی به کودکمون، به نوجوانمون برسونیم، علتش، حکمتش، سببش هم بیان کنیم، نه اینکه فقط بگیم این کارو بکن تموم شد. نه، این کار انجام بده بدین خاطر، این کارو انجام نده بدین خاطر. لقمان وقتی میاد فرزندش رو نصیحت میکنه که این کارو انجام بده، علت و سببش هم بیان میکنه. این کارو انجام نده، علت و سببش هم بیان میکنه. وقتی بهش میگه که یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزندم برای خدا شریک قرار مده، علتش میگه، سببش چیه؟ ان الشرک لظلم عظیم، به خاطر اینکه شرک ظلم بزرگی است. وقتی میگه که یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و انه عن المنکر، نماز بخون، امر معروف کن، نهی از منکر کن، صبر کن و اون چیزی که به تو میرسه. بعد میگه چی؟ این ندالک من عزم الامور، علتش میگه، میگه که این صبر کردن در برابر این کارها چیه؟ از اینه که انسان عزیمت دارد، قصد، همت دارد، میتونه تحمل کنه. وقتی میگه که ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، با مردم چگونه رفتار کن، چگونه راه برو، علتشو میگه. برای چی؟ چرا که خدا این گونه افراد دوست ندارد. ان الله لا يحب كل مختال فخور، وقتی میگه که وقصد فی مشیك وغضض من صوتك، راه رفتنت چطور باشه، صداتو بالا نبر، علتش هم میگه. ان انكر الاصوات لصوت الحمير، گفتی. پس این یک راه و روش تربیتی است که ما وقتی که فرزندمون رو نهی کردیم، بیاییم علتش هم براش بگیم، حکمتش بگیم که چرا این کنه. فقط دستور خالی نباشه، بلکه انسان سعی کند حکمت اون کار هم براش بگوید تا براش قابل فهم باشه، اون هم با زبان خودش، هم طور که گفتیم، اون هم با آنطور که او میتونه بفهمد و اندازه‌ای که او فهمش داره. حالا بیاییم به وصیت‌هایی که لقمان داشته وارد بشیم، که اولین وصیتی که میکنه میگه که یا بنی لا تشرک بالله و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اولین موعظه و مهمترین قضیه هست که انسان برای آن آفریده شده، بحث عبادت هست. بعد میگه که برای خدا شریک قرار نده، لا تشرک بالله، چرا که الان در یک سن
نوجوان هست، هنوز فطرتش فطرت پاک هست، منحرف نشده، اینجاست که تذکر بهش میده که برای خدا شریک قرار مده. لا اله الا الله، برای خدا شریک قرار مده یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط الله را بپرست. این اولین سفارش باید باشه. بایستی فرزندانمون را بر اساس توحید تربیت کنیم، بار بیاوریم، محبت خدا، اینکه فقط خدا را بپرستیم، فقط از خدا بخواهیم. او همه کاره جهان هستی است، اوست که جهان را اداره میکنه، اوست که ما را آفریده، او روزی دهنده ماست، مرگ و زندگی ما اوست، بازگشت ما به سوی اوست، جهان را او آفریده به زیباترین وجه ممکن. اینو ما بایستی به فرزندمون برسونیم. لا تشرک بالله، شریک برای خدا قرار نده، همتایی برای خدا قرار نده. شریک یعنی همتا، همانند خدا قرار دادن است، این معنای شرک است. لا تشرک بالله یعنی همتا و همانندی برای خدا قرار مده. نگو که مثلا کسی هست که میتونه مثل خداوند به داد و فریاد من برسه، اونو نخوان. لا تشرک بالله. چرا؟ حالا حکمتش هم میگه دیگه، ان الشرک لظلم عظیم، زیرا شرک یک ظلم بزرگ هست. ظلم که هست، ظلم خیلی چیز بدی است، اما شرک بزرگترین ظلم هست، خیلی بزرگ هست، هم در شأن خود انسان داره به خود ظلم میکنه، چرا که ظلم همه میدونیم که معناش چیه، گذاشتن یک چیز در جای نامناسب، برخلاف حکمت که گذاشتن چیزی در جای مناسب خودش، که همون علم و فهم بود گفتیم. خب ظلم اینه که انسان یک چیزی را در جایی که مناسبش نیست بذاره، وقتی میاد همانند خودش یک مخلوق را میخونه، خب این مقام خودش کم کرده و اون مخلوق را در جایی قرار داده هم که شایستش نیست، خود را هم در جایی قرار داده که شایسته خودش نیست. از طرف دیگه مقام خدا نورده، خدا را در جایی قرار داده که شایسته خدا نیست. ظلم، این میشه ظلم، ظلم بزرگیست به خود انسان قبل از هر چیز، واقعا ظلم هست. همتا قرار دادن برای خدا یک ظلم بزرگ هست. این اولین وصیتش بود. پس چرا میگیم که ابتدا انسان سعی کنه حتی زمانی که فرزندش میخواد صحبت یاد بگیره، اولین کلمات انسان الله یادش بدهد، الله. خب حالا بعضی میگن که اولین چیز میخوایم بابا ماما، ولی انسان مؤمن سعی کنه در اولین کلماتو یک کلمات توحیدی فرزندانش یاد بده، الله گفتن. این از خردسالی، از نوزاد. حالا وقتی که در مرحله الان نوجوان هست گفتیم، ولی داره بهش اینگونه نصیحت میکنه، اولین قضیه ما انسان هستیم، مسلمان هستیم، خدا ما رو برای هدفی آفریده، بعد بدونیم بس. لا تشرک بالله، همتا و همانندی برای خدا قرار نده. لیکن الان این نوجوان وقتی که میگه که برای خدا همتایی قرار نده، فقط الله را پرست، و بعد خواهیم دید که بار دیگه بحث این که خدا همیشه حاضر و ناظر بر انسان هست، اون این مراقبت داخلی در انسان به وجود میاره. تربیت فرزند، این حق فرزند هست، که این سفارشات، این که شما فرزندتون رو بر توحید، بر یک تا پرستی بیارید، از حق فرزند هست. این فرزند هم فردا اگر منحرف شد، وقتی شما به ایشون همتا قرار دادن برای خدا یاد میدید، اینها توی پرونده سیاه شما خواهند بود. پس بایستی مربی خودش موحد باشه که توحید رو برسونه به دیگران. پس تو موحد بودن حکمت هست، حکیم هست. آنی که برای خدا شریک قرار میدهد حکیم نیست، حکمت نداره، یعنی علم ندارد، فهم ندارد، نه علم دارد نه فهم دارد. چرا؟ مگه خدا نفرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه؟ حکمت داره، انسان حکیمی داره، الان به فرزندش میگه.
پس کسی که برای خدا همتا و همانندی قرار میدهد حکیم نیست، اهل علم نیست، اهل فهم نیست، فهمی نداره، علمی نداره که میاد برای خدا شریک قرار میدهد. دومین سفارشی که لقمان، این دیگه اینجا از سفارش لقمان در میره، میاد به سفارشی که خداوند عز و جل میکنند. یعنی بحث سفارش به پدر و مادر دیگه در اینجا خداوند خودشون به عهده میگیرن، یک سلطه خیلی بالاتر، کسی که سلطه جهانی و اصل داره میاد سفارش میکنه در مورد پدر و مادر. لقمان داره به فرزندش این نصیحت رو میکنه که ای فرزندم برای خدا شریک قرار مده. الان خداوند در این وسط میفرمان که ما به انسان سفارش کردیم، وصیت کردیم که نسبت به پدر و مادر خودش چی باشه؟ احسان داشته باشه. به سفارش کردیم. آیه رو با هم دیگه ببینیم. خیلی جالب هست در این وسط سفارش های لقمان خداوند خودشون این قضیه رو مطرح میکنند که ما به انسان سفارش کردیم در مورد پدر و مادرش. حملت و امه وهنا على وهن، مادرش او را بر سستی ها و سختی های به حساب حملت و حملش کرد، بارداری او در این مدت بارداری همش دچار سستی و ضعف و ناتوانی بود. و فصاله فی عامین، شیرخوارگیش و جدا کردن از شیر در 2 سال هست. بعد سفارشش کردیم که برای شاکر من باش و شاکر پدر و مادرت باش، بازگشت به سوی من هست. و اینجا هداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگه تو را وادار کردن که برای من شریکی قرار بدی که آگاهی هم نداری از اون، چرا که همتا قرار دادن برای خدا گفتیم که بر اساس علم نیست بلکه بر اساس جهل و نادان. هر کسی که برای خدا به هر نحوی شریکی قرار میدهد نادان هست، جاهل هست، علم ندارد و فهم هم ندارد. فرمودن که اگر تو را وادار کردن که برای من شریکی قرار بدی فلا تطعهما، ازشون پیروی نکن. اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا با اونها به زیبایی رفتار کن، مصاحبت داشته باش، یعنی همیشه با اونها باش، اونها رو طرد نکن، از اونها دور نشو. بحث مصاحبت هست، صاحب یعنی کسی که همیشه با اوست. میگه با اونها همیشه باش اما به معروف، یعنی اگر اونها حتی تو رو خوان طرد کنن، تو رو وادار کنن به شرک، فرار نکن ازشون تا میتونی، مگر اینکه دیگه شرایط بگونه باشه که ناچار باشه که از خانواده دور بشود. و تبع سبیل من اناب الی، این هم یکی از بحث‌های مهمی است که در تربیت بایستی فرزندان خودمونو بدونیم با چه کسانی در ارتباط باشند. پیروی کن از راه کسانی که به سوی من بازگشتند. ثم الی مرجعکم، بازگشتتون به سوی من هست و شما را خبر میدم از آنچه که انجام میدادید. خب پس اینجا خداوند سفارش به پدر و مادر رو در میان موعظه لقمان میاره که بحث باره اهمیت احترام به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر هست. در اینجا فرمودن که واتبع سبیل من اناب الی، دقت کنید در اینجا میگه که ما با کی باشیم، چه کسانی دوستان ما باشند، چه کسانی دوست فرزندمون باشند. ما نمیتونیم که فرزندمونو در 4 دیواری خونه زندانیش کنیم که با کسی ارتباط نداشته باشه که مبادا گمراه میشود، این امکان نداره. می حتی باعث میشه که این فرزند عقده‌ای بار بیاد دیگه، دچار استرام در شخصیت می شود. اما
قرآن داره میگه که چیکار کنیم ما؟ و تبع سبیل من اناب الی، پیروی کن از راه کسی که به سوی من باد میگرد. برای فرزندمون خب دوستان خوب انتخاب کنیم، کلاس هایی که انتخاب میکنیم بر کلاس قرآن باشه، کلاس های دینی باشه، بایستی این از حق فرزند هست که قرآن رو یاد بهش بدیم. از حق فرزند هست که نسبت به دینش آگاهی داشته باشه. حق فرزند هست روز قیامت بازخواست خواهیم شد اگه کوتاهی کنیم در حق فرزندانمون، بهشون دین یاد ندیم، بهشون قرآن یاد ندیم، احکام دین یاد ندیم، بهشون نگیم بخون. مسئولیت داریم، حق فرزند هست که براشون سعی و تلاش کنیم که برن برای یاد گرفتن دینشون کلاس قرآن برن، با احادیث رسول الله، با زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله آگاه بشن. این حق فرزند بر ماست. شما همه ما میگین که آقا یاد بعد بچه‌مون بره مدرسه، حق فرزند هست، دولت هم به حساب تبلیغات هست. خیلی زشت هست کسی که فرزندشو نفرسته به مدرسه. خب چرا باید در مسائل دینمون کوتاهی کنیم و اینو حق فرزند ندونیم؟ حق فرزند پس اینجا هم هست. اگه شما حق فرزند و رفتن به مدرسه میدونید که الفبای زبان یاد بگیره، بعد ریاضیات و فلان و چیزا یاد بگیره، علوم و ریاضی و فلان چیز یاد بگیره، قبل از همه اینها باید الفبای دینش رو یاد بگیره، باید الفبای دینش رو یاد بگیرد. بایستی فرزندتون رو بفرستید برای یاد گرفتن قرآن، یاد گرفتن دین. پس و تبع سبیل من اناب الی، اینجا قرآن داره به ما میگه که با چه کسانی باشی، در چه جمعی باشی. دوستان ما، کسانی که با اونها میشینین نشست و برخورد داریم، چی باشن؟ من اناب الی، یعنی انسانهای صالح، انسانهایی که با خدا هستن، اهل دین هستن. اینها رو ما بایستی برای فرزندانم انتخاب کنیم، یک مربی که برای فرزندمون انتخاب کنیم که خودش اهل دین هست، اهل تقوا هست. خب بعد از این و تبع سبیل من اناب الی، مسئله بعدی که مطرح میکنه لقمان در اینجا بحث مراقبت خدا. این ما بایستی در فرزندانمون به وجود بیاریم، در خودمون به وجود بیاریم. وقتی اما از سنین نوجوانی، وقتی که بحث مراقبت خدا، علم خدا و اینکه خدا با ماست، چیزی بر خدا پوشیده نیست، چه انسان در جمع باشد، چه تنهایی باشد، در تاریکی هایی باشد، هیچ کس نباشد، اما خدا با توست، تو بر خدا پوشیده نیستی، خدا از تو غافل نیست، خدا میدونه. به وجود آوردن این احساس و این علم در انسان، انسانو میسازه دیگه، پاکش میکنه از اینکه بخواهد کار خلاف و نادرست انجام بدهد، باز داشته میشه. این برخلاف تربیت مادی است. تربیت مادی اینه که وقتی قانون هست و یا اینکه میگه قانون میگه که تو ضرر به دیگری نزدی، حالا خودت وقتی هستی هر طور میخوای باش. اما اسلام این میگه، قرآن اینو نمیگه، میگه تو در هر حالت مسئول هستی، چه در جمع باشی چه تنها باشی. یخشون ربهم بالغیب، یکی از معانیش این هست، خشیت خداوند در غیب، یکی از معانیش این هست که انسان تنها هم باشه، هیچ کس نیست، اون خشیت از خدا رو داره. اینو بایستی در ذهن فرزندمون، در وجود فرزندمون به وجود بیاریم، دائما این تذکر بدیم که خدا با ماست، خدا از ما غافل نیست. نفس بشری است دیگه، بشر هستیم، آمادگیشو داریم که منحرف بشیم، به راه‌های دیگه بریم، اما بایستی کنترل کرد. تحویب یعنی چی؟ مکلف بودن. نه چی؟ مکلف درش تکلیف هست، سختی هست، اینه که انسان خودشو کنترل کند. این سخت هست، این نیاز به این دارد که دائما تذکر به این مرحله برسیم که خدا را حاضر و ناظر بر خدا، بر خودمون بدونیم. پنهان نیست خدا
هر بر خدا هر چی که ما انجام میدیم. آیه رو با هم دیگه ببینیم، این سفارشی که لقمان میکند، یا بنی انها ان تکن مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. ای فرزندم، دقت کنید، بار دیگه ای فرزندم، دقت کنید، ابتدا در اینجا بعد از بحث شرک میاد، سفارش لقمان به فرزندش چیه؟ شرک هست، که شرک برای خدا قرار نده، شریک برای خدا قرار نده. الان در اینجا در ادامه موعظه لقمان بحث علم خدا و اینکه خدا مراقب ماست مطرح میشه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید آقای حسین. و علیکم السلام و رحمت الله. مباحث بسیار زیبا، اخلاقی و قابل استفاده بود و من میخوام تاکید بکنم که حتی پدر و مادر رو که خداوند متعال حقوق بسیار براشون قرار داده، از اطاعت و تبعیت اونها یک حد و حدودی قرار داده و میفرماید صلوات و سلام. دیگه یه جایی رسید دیگه از اینها هم اطاعت نکن. و برای این میخوام حاشیه بزنم که نه فقط در شرک فردی خفی باشه یا حتی جلی، از شرک سیاسی اجتماعی هم مثل پذیرش قیمومیت یهود و اسرائیل و امریکا هم ما باید پذیرش بزرگان و بن سلمان و ملک سلمان رو نداشته باشیم و شما همین پذیرش رو نداشته باشید به فرمایش قرآن انشاءالله. البته نظر شما رو هم خواهم شنید و برام مهم. خدا نگهدار. این قیومیت ولی فقیه چیه؟ ما که نداریم این چیزا در دین دیگه. همیشه به جلو فرار کردن چیز جالبی نیست، جوابی نمیده. ما مشکلات جامعه خودمون، شما ول میکنید، درد خودت ول میکنید، فلانی و فلانی. اول از خودمون شروع کنیم، بعد وقتی خودمون رو ساختیم برادر عزیز، باقی میتونیم بسازیم. تا زمانی که انسان خودش اول نساخته، نمیتونه دیگری را بسازه. که فاقد و شی، کسی چیزی نداره، نمیتونه چیزی به کسی دیگه بده. پس ما اول باید از شروع کنیم، خودمونو تربیت کنیم، موحد باشیم، برای خدا شریک قرار ندیم. کسی که خود را در مقام خدا قرار بدهد و بگه هر چی من امر و نهی کردم همین هست، اینجاست که فلا تطع ما، ازش اطاعت نکن دیگه. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بفرمایید. صداتون نمیاد، صداتون خیلی گنگ و نامفهوم است. پس در این آیه بحث این که بدونیم ما در محضر خدا هستیم، خدا ما را میبیند، هر کاری که انجام میدهیم میبیند، آگاه هست، تمام حرفهای ما را میشنود، چیزی بر خدا پنهان نیست، همه چیز نوشته می شود و به عنوان سندی در روز قیامت به ما عرضه می شه. میگه که اگر یک مثقال حبت من خردل، کوچکترین چیزی باشه، هر جا باشه، در دل یک صخره باشه، در آسمان ها باشه، در زمین باشه، یأتی بها الله، خدا بر آن قادر و تواناست، خدا به آن آگاه است. وقتی این در وجود ما از نوجوانی به وجود بیاد، در قلب ما این مفهوم به وجود بیاد و بدونیم که خدا مراقب ماست، از ما غافل نیست، بنده صالحی خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صداتون اصلا واضح نیست، معذرت میخوام، اصلا متوجه نمیشم. اگه نمیدونم از گوشی شماست، لطفی کنید با گوشی دیگه قطع شدن. خب، و چقدر آیات قرآن هم در این بحث اینکه معیت خدا، علم خدا با ماست. خدا هر چیزی که در آسمان ها و زمین هست میدونن، بر خدا چیزی پنهان نیست. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، چیزی برش پوشیده نمیشه نیست. خب این وقتی در وجود ما نهادینه بشود،
دقت کن یک انسان صالح خواهد بود، یک انسان صالح مصلح خواهد بود، نه فقط در ظاهر به دستورات خدا التزام داره، بلکه در ظاهر و باطن در بین مردم وقتی که خودش تنها هست فرق نمی کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علی سلام دیگه دارم نکن فقط همین رو بگم. صداتون واضح نیست. بله دوستانمون بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهش می‌کنم بفرمایید. جناب آقای حسینی از مباحثی که فرمودید استفاده کردیم، ذیل آیه 13 سوره لقمان که فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلمٌ عظیم. وقتی لقمان حکیم میگه پسرم لا تشرک بالله شرک نورز، پسرش حق داره بگه بابا جون شرک چیه که من مشرک نشم؟ متاسفانه ما فقط اهل اف الله تفعل گفتنیم، شاید هم اهدافمون تو این جور صحبت کردنا تعمیم میشه. اول برایم بگو شرک چیست، بعد بگو شرک نورز. بیننده عزیز میگن دو نفر شریک هم شدن، یعنی چی؟ یعنی هر دو نفر به طور مساوی حق دخالت دارن، هر دو در عرض هم مؤثر هست. کسی میتونه بگه فرشتگان الهی که در نظام هستی تأثیر دارن که فرمود خلق مدبرات امرا، هر که به تأثیر اینا قائل بشه مشرکه؟ نه. چرا؟ چون فرشتگان هم وجودشون هم تأثیرشون از اللهه. پیامبر یه روایتی تو صحیح بخاری دارن که فرمود من مات و هوه ید و من دون الله نفتن دخل النارم. یعنی اگه ما اهل بیت رو در عرض خداوند متعال قائل بشیم، یعنی همونطوری که خدا وجود داره و همونطوری که صفاتش مستقل مطلق واجب، همونطوری که خدا در نظام هستی مؤثره، اگه ما هم قائل بشیم که اهل بیت مؤثرن، بله مشرکیم. ولی پرسنگ ها فاصله است بین اعتقاد شیعه و اون شما تحویل مردم میدید. ما میگیم اهل بیت عبدن. یعنی چی؟ یعنی محدود الوجودن، یعنی اطلاق ندارن، وجودشون تأثیرشون هم مرتبه. ما صحبت از هم مرتبه و همانند و این که فهمد لم یکن له کفن، کفیت ما قائل نیستیم. که شما خوب فرمودید فاقد الشیء لیس موتی الله، ما اهل بیت رو به خودی خود فاقد همه تأثیرات میدونیم. این اعتقادش. ممنون، خیلی ممنون. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه نوره؟ بفرمایید. ببخشید من الان برنامه‌تون الان پخش میشه؟ بله. به کی میخواد پخش بشه؟ شما چرا تماس گرفتید؟ من آقا معذرت میخوام، من این زکات به چیا واجب میشه؟ من از قرآن چیزی پیدا نکردم، خواستم برای من توضیح بدید. زکات؟ بله. چطوری؟ بحث زکات در قرآن نیست؟ بله. زکات به چه چیزایی واجب میشه؟ آها انشالله. با اینکه بحثمون نیست ولی اگر نرسیدیم جواب بدیم، من حوالش میدم به برنامه فردا شب، برنامه سوال و جواب انشاءالله. اگه من نرسیدم اونو حواله میدم به برادرمون استاد زهرابی. خیلی ممنون، خواهش میکنم. نکنید بحث شرک خیلی واضح هست. این فلسفه و این سفسطه‌ای که میفرمایید برادر عزیزمون که اولو شرک برای خب مشخص هست دیگه، اینکه تو از غیر خدا هر چی بخوایی، غیر خدا چیزی که در توانش نیست، برای همه واضح و مشخص هست و هیچ کس هم اونها را در کسانی که غیر خدا را میخوندن در عرض خدا قرار نمیدادن، معتقد نبودن که اینها همانند خدا میآفرینند، مستقل هستند از خدا، بلکه آیات قرآن وقتی میخونیم خیلی واضح و آشکار هست. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب الان در این مسئله ما بایستی در وجودمون نهادینه شود که در محضر خدا هستیم، خدا ما را میبیند. ما خدا را نمیبینیم،
خدا را ما را میبیند. تنها باشیم، وقتی که گوشمون دستمون هست، تنها هستیم، امکان داره انسان چیزهایی بخواد ببینه که بخواد از دیگران پنهان کند، اما از خدا که نمیشه پنهان کرد. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم جناب استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بارک الله فیکم. من خیلی شرمنده ام. این همزمانهای من خودشونو میزنن به قول دکتر شریعتی تخرخور، مزاحم ما میشن. آقا من نوکر اهل بیتم، اونی که شما میگی، الان کجا من برم نوکرشونو بکنم؟ درد دارم، مشکل دارم، میخوام بهشون مطرح کنم. کجا؟ اون آدرسی که میدین آدرس قبره، من برم با مرده حرف بزنم؟ ها؟ مرده ها که نمیتونن حرف بزنن. نکنه شما با مرده ها بهتر حرف بزنید، چون با زنده ها میونه خوبی ندارید. هر زنده حرف بزنه فشای میکنه تو کلش. چرا نه خودتون نمیزنه به تخرخور؟ لا اله الا الله. یکی هم ترک ها یه مسئله دارن استاد حسینی، میگه ارزنه اوماج و آمور مردم ها عرشته کردید، برای خودشون نمیتونن اوماج درست کنن. ارومیه نون پیدا نمیشه. درد و قصه امارات ریخته شده تو شکم اینا. پروردگارا اینا رو بیدار کن، اگر بیدار نمیشن نسلشون رو بکن. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. دعای خیر کنیم براشون. ولی خب متاسفانه من تعجب میکنم این دوستان با این همه واضح بودن آیات قرآن که این آیات بینات هست حاضر نیستن قبول کنند. خب خود را در هم سطح آن کسانی قرار دادن که قرآن در میان آنها نازل شد، پیامبر در میان آنها بود. قرآن چقدر پیامبر با آنها صحبت کرد، آیات واضح قرآن را بر آنها میخوندن اما قبول نمیکردن. و چه بسا میگفتن قرآن قابل فهمم نیست، من نمیفهمم تو چی داری میگی. و این چیزی که الان هم متاسفانه دارن میگن، میگن که قرآن قابل فهم نیست، ما نمیفهمیم، بعد یکی بیاد که اونو برای ما توضیح بده. این دوستانمون، سلام علیکم. فقط دوستمون ظاهرا تماس میگیرن که وقت ما را ضایع کنن. خب يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. نیاز هست که ما با فرزند خودمون بشینیم، با پسریمون، دخترمون بشینیم، باشون صحبت کنیم. این قضیه مهم رو همیشه به فرزندانمون انتقال بدیم. علم خدا، آگاه بودن خدا بر ما. وقتی یکی میره پیش یکی از بزرگان میگه که منو سفارش بده، به من نصیحت کن، یکی از نصیحتاش این بود که وقتی میخوای گناه کنی از دید خدا پنهان شو. میتونی؟ نه. آیا ما میتونیم از دید خدا پنهان بشیم؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. از مردم پنهان میکنن اما از خدا پنهان نمیکنن. از مردم شرم دارن اما از خدا شرم نمیکنن. استخفا پنهان کردن از مردم هست. از مردم شرمشون میشه، پنهان میکنن اما از خدا شرم نمیکنن. نمیخوان این از خدا پنهان کنن، نمیتونن هم، اما منظور که در وجودشون این هست که برای الله سبحانه و تعالی این عظمت و بزرگی قائل نیستن. بدین خاطر انسان در گناهان نباید نگاه کنه بگه که گناه کبیره است یا صغیره. آقا این معصیت خدا هست یا نه؟ ما داریم با خدا نافرمانیش میکنیم یا نه؟ حالا چه بزرگ باشد، چه کوچک باشد، چرا باید نافرمانی کنیم، نافرمانی خدا کنیم؟ مثل اینکه شما در برابر استادت نشستی، در برابر هر کی نشستی، بعد یه کارهای انجام میدی. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید. ببینید من تازه دو بار زنگ زدم، ببخشید نمیدونم تلفن چی شد. شما گفتید مزاحمت، نمیخواستم مزاحمت ایجاد کنم. این شماره تقریبا شبیه این شماره شما بود، من معذرت میخوام. بفرمایید، چون قطع میشد. میخواستم
مورد پدرم با تون حرف بزنم. بفرمایید. پدرم نماز نمیخونه، از دین خدا نمیدونم، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، سریع برای خدا میگه. میخواستم ببینم چیکار کنم که پدرم نماز بخونه، قرآن بخونه، به دین خدا برگرده، خدا را عبادت کنه. انشالله انشالله این صحبت خواهیم داشت، امید الله. خدا صبرتون بده و این احساس مسئولیتی و دردی که واقعا در دلتون هست و از طرف دیگه محبت پدرتون که دارید که براتون خیلی سنگین هست. بله سلام علیکم. بله سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. جالبه چون بحث تربیت داریم، نه؟ نگاه کنید کسانی که تربیت نشدن، پدران در حقشون کوتاهی کردن، نگونه هستن دیگه. اینا میان تو میزان فرزندان پدرانشون در روز قیامت. بله الو سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستید؟ الحمدلله. بفرمایید. واقعا جالبه صدای فرزندانش هم میاد اونجا، صدای فرزندانش هم میاد. جالب هست دیگه، اینی که تربیت، این اون چیزی که دیگه بهتر از این نیست کسی که اینطوری تربیت شده، پدرش اینطوری تربیتش کرده. خب اینم میخواد فرزند رو تربیت کنه. دقت کنید الان. بله دیگه تماسا گرفته نمیشه، ممنون، چون وقتی دیگه نداریم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بس این هم یکی از سفارشات لقمان به فرزندش هست که فرزندش در این سن نوجوانی داره بهش میگه. بعد از بحث توحید که سفارش لقمان هست، بحث مراقبت خدا را میاره. چون نگاه کنید انسان در سن نوجوانی خب خیلی کارهای انجام میده، رفتاری داره که حسابش نمیکنه، امکان داره اونو در مصیبت ها سختی ها بندازه، حتی نسبت به خانواده اونو در مشکل، خانواده رو در مشکلات میندازه، پدر و مادر رو در مشکلات میندازه. از بدین خاطر بایستی خیلی زود این قضیه را به فرزندان انتقال داد، بهشون فهماند که مراقب باشن و بدونن که خدا بر حال اونها آگاه است. خشیت خدا در وجود اونها به وجود آوردن در هر حالتی که باشن، که اونو باز دارد از انتهاک حرمتها، چه آن حرمتهایی که عمومی است بخواد در انظار مردم انجام بدهد، تعدی کند به حقوق دیگران، به حقوق عموم، آن چیزهایی که امکان داره در مناطقی و جاهایی که برای عموم الناس هست مرتکب بشه، و چی بخواد خودش به تنهایی کارهایی رو انجام بدهد. همه اینها بدونه که خدا میدونه. اونی که میاد توی صفحه فیسبوکی، توی تویترش، توی اینستاگرامش چیزهایی مینویسه، چیزهایی میگوید، اینها رو باید یاد داشته باشد. بدون که خدا بر تو آگاه است، چیز از خدا پنهان نمیمونه، جوابگو خواهی بود. پس مثقال حبت من خردلین، وقتی که قرآن داره اینجا مطرح میکنه، میخواد انسانی را بسازد که صالح باشه و مصلح باشد. قد صالح بودن به معیار مادیگرایان، بلکه به معیار اسلام. الان خیلی وقتا میشنویم اونهایی که در زمینه تربیت کار میکنن، پرورش و در اونها که روانشناس هستن، بعضی از نویسندگان، متخصصین میگه آقا بذارید این نوجوان هر کاری بخواد انجام بده، کلمات این عیب هست، به کار نبرید، نادرست هست، به کار نبرید، نقدشون نکنید، بذارید هر کار میخوان انجام بدن. در حالی که نه، این گونه نیست. فرزند رو رها کردن که هر کاری بخواد انجام بده و بعد بهش نگی که این اشتباه هست، این کارت نادرست هست، این خلاف دین خداست،
این کاملا اشتباه است. بایستی در وجود فرزندیمون مراقبت و خشیت خدا به وجود آورد. خوف از خدا، بعد از خوف خدا انسان احساس امنیت و آرامش میکنه. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. امنیت و هدایت برای کیه؟ برای کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون آغوشه به شرک نکردن. کی میاد پیش؟ زمانی که بگه آقا این درست نیست، این نادرست هست. اما اینکه شما کسی را رها کنید، هیچ امر و نهی نشود، بهش گفته نشود رهاش کن، هنوز در سنی نیست که بخوای اونو کنترل کنی، بهش امر و نهی کنی، نه. این بزرگترین اشتباه است. الان اگر در این سن ساخته نشود، تربیت نشود، کی تربیت میشود؟ این دیگه اینطوری پرورش یافته، تربیت شده، بزرگ شده، حالا دیگه شما نمیتونید بعد از این سن در مراحل بعد بخواید جلوشو بگیرید، چون یک مراحل است که روی همدیگه بنا میشود. یه مرحله ای که فاسد شد، خراب شد، بعد مرحله بعد خیلی مشکل هست که بخواید خوبش کنید، صالح و سالمش کنید. و این بس مرحله تربیت، بس خود مرحله عمر هست. یک انسان که یک باره از 10 سالگی نمیره به 30 سالگی که، به همین صورت مراحل تربیت هم نمیشه که شما رها کنید بعد بیاید در یک مرحله دیگه بیاید بگید خب حالا اینجا این کار انجام بده، انجام نده. بایستی بهش بگیم که این پاک هست، این ناپاک هست، این خبیث هست، این طیب هست. بایست به کسی که خوب میکرد بهش بگیم احسنت، به کسی هم که بدی کرد، اشتباه کرد، بگیم اشتباه کردی، اشتباهشو تصحیح کنه. این روش تربیتی است، این چیزی که الان داره قرآن داره به ما میگه. راه و روشی که قرآن بیان داشته برای ما کاملترین هست، بهترین هست، جامعترین و شاملترین هست. بایستی فرزند خودمون امر رو نکنیم، بهش بگیم این کار انجام بده، انجام نده. چطوری شما در برخوردهای اجتماعی وقتی فرزندتون اگه بیاد توی این مجلس یه کارهایی رو انجام بده، بهش میگید این کار انجام نده، نادرست هست، زشت هست؟ اگه میشه بیاد تو مجلس هر کاری بخواد انجام بده، حتما میگید قبول ندارید؟ نمیشه. چطوری در باقی امور میخواهید بگید که حالا هر کار میخواد انجام بده، اشکال نداره، بذار بزرگ که شد خودش درک و خودش میفهمه. نه، الان شما اگه نساختید دیگه آینده ساختن خیلی مشکل هست. اما بحث نماز که خواهرمون مطرح کردن که پدرشون نماز میخوان، این سفارشات بعدی است که انشالله که مطرح خواهیم کرد. و اما بحث زکات، من که دوستمون فرمودن که در قرآن نیومده چه چیزهایی زکات باید داد، فرمودن که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. خب این بحثی است که، و بعد من این قضیه را محولش میکنم به استاد زهرابی که فردا شب ان شاء الله در این مورد صحبت کنه. وقتمون تموم شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.